به نام خداوند بخشنده مهربان. سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دکتران در هرات در پیوند به ناامنی ها. جامعه طبی هرات از افزایش تهدیدها علیه دکتران در این ولایت هشدار داد. سرازیر شدن سیلاب مرگبار در ولایت پروان، بیش از 70 نفر جان باختند و اضافه تر از 100 نفر دیگر زخمی شدند. معرفی سرپرست پیشین وزارت معادن به لوی سرنوالی به اتهام فساد اداری. و اینکه چین به بهانه مبارزه با کرونا مسلمان‌های اویغور را در خانه‌هایشان حبس کرده است. خوش آمدید. امروز چهارشنبه پنجم سنباله سال 1399 هجری خورشیدی که برابر است با هفتم محرم سال 1442 هجری قمری. صفی الله صادق هستم با مشروع خبرها. اتحادیه دکتران هرات در اعتراض به آنچه افزایش ناامنی ها از جمله اختطاف، سرقت های مسلحانه و ترور ها در هرات عنوان می کنند، در مقابل دفتر والی هرات تجمع اعتراضی کردند. معترضان در این راهپیمایی حکومت را به ناتوانی در مهار ناامنی ها متهم کرده و هشدار دادند در صورتی که مقام های مرکزی به تامین امنیت و افزایش نیروهای امنیتی توجه نکند، دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد. رئیس اتحادیه دکتران هرات میگوید تا کنون برای بیش از 1000 دکتر اخطاریه و تقاضای پول صادر شده است. گفتنی است چندین دکتر در سال جاری تا کنون اختطاف شدند. همکارم احمد فهیم فرجان با گزارش در این مورد. ناامنی و افزایش آدمربایی در هرات پای صدها دکتر و کارمند بخش های صحی را به خیابان ها کشاند. چپن سفیدانی که پس از اختطاف یکی از هممسلکانشان دوشب قد توسط آدمربایان، هکنون با متهم کردن مقام های امنیتی هرات به ناتوانی در امر تامین امنیت، خواهان رهایی وی از چنگ آدمربایان از سوی حکومتند. اتحادیه دکتران هرات میگوید که ناامنی، ترور، فساد و اختطاف در این ولایت بیداد میکند و حکومت هم در ماران عاجز مانده است. دولت مدیریت کرده نمیتونه، مدیریت اقتصاد و ساختارهای زیربنای جامعه که از جمله فقر و بیکاری بده نتونسته کرده، سوی مدیریت خودش بوران میآفرینه. فعلا ما دچار یک بوران بسیار بزرگ اجتماعی، اخلاقی، نظامی، اقتصادی و سیاسی شدیم. اعتراض کنندگان در این راهپیمایی به مسئولان مرکز هشدار میدهند که اگر برای بهبود اوضاع امنیتی هرات توجه جدی نشود، دست به نافرمانی های مدنی زده و در برابر دولت خواهند ایستاد. رئیس اتحادیه دکتران هرات میگوید تا کنون برای بیش از 1000 دکتر اخطاریه و تقاضای پول از سوی افراد ناشناس صورت گرفته و تهدید به مرگ شدند. شاید ما در مراحل بعدی حتی مالی دیر به سر مردم، به سر مرکز از طریق هرات مطلق قطع میکنیم. پروگرام بعدی که ما فراخوان عمومی و قیام عمومی در هرات سازماندهی میکنیم، دیگه مرکز بفهمه، دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله و مسئولین محلی ما بفهمه که دیگه هیچ به هیچ دلیلی، به هیچ منطقی ما لحاظ نمیکنیم بیکفایتی، ظلم، ستم، خیانت، ترور، اختطاف و قتل عام مردم خود. ولی هرات میگوید که از ابتدای سال جاری تنها 3 مورد آدمربایی داشتند، در حالی که آمار اتحادیه دکتران چند برابر این آمار است. 3 نفر دکتر صاحبا را مورد اختطاف داشتیم که الحمدلله 2 از اونها رها شد، آزاد شده. ما تمام تلاش خودم میکنیم که جناب دکتر مطهری به سالم به خانواده و کنار خانواده خود برگرده. تمام شبکه‌هایی که بر ما قابل کنترل باشه در حدود قانون از بر جلوگیری از اخاذی ها اقدام کرده. در این حال نمایندگان مردم هرات در پارلمان وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده خونده و میگویند که مشکل کمبود نیروی امنیتی را با مسئولان مرکز در میان گذاشتند و قرار شد شمار نیروهای امنیتی افزایش یابد، اما به دلیل تکمیل نشدن تشکیل فعلی پلیس هرات این موضوع از جانب مرکز معطل گذاشته شده است. اینجا ما فعلا از این تشکیل موجود در حدود بیش از 500 نفر کمبود وجود داره. تا زمانی که این کمبودیا پر نشه که تشکیل هم بگیرین، کار به جایی نمیرسونه و تنها تشکیل هم مشکل حل کرده نمیتونه.
بلکه اراده قوی حکومت برای تامین امنیت شهروندان که متاسفانه نه تنها در هرات، در کل کشور یک اراده قوی برای تامین امنیت وجود نداره. این تنها بخش صحی و دکتران هرات نیست که نگران تهدیدات و وضع نابسامان امنیتی شهرند، بلکه شهروندان، فعالان مدنی و شورای ولایتی هم تا کنون بارها نسبت به معضل نامنی ها صدا بلند کردند، اما پاسخ مسئولان امنیتی هرات این بوده که این ولایت آنگونه که میگویند هم ناامن نیست. شماره از تحسن کنندگان نسبت به آنچه تبعیض حکومت در برابر مردم حوزه غرب میخوانند امروز بار دیگر دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. آنان میگویند با آنکه نزدیک به دو ماه از برپایی خیمه های تحسنشان در مرکز و دیگر ولایات حوزه غرب میگذرد، اما تا کنون حکومت پاسخ روشنی به آنان نداده است. آنان هشدار میدهند در صورت ادامه این وضعیت دروازه های ولایت حوزه غرب را همانند بادغیس مسدود خواهند کرد. جواد تومانگر در این مورد گزارش میدهد. رشد متوازن، برقراری عدالت و جایگاه حوزه غرب در کجای ساختار حکومت است؟ مطالباتی است که نزدیک به دو ماه می شود از سوی اعضای خیمه تحسن زون غرب بیان می شود. مطالباتی که ظاهراً تا هنوز حکومت کوشش نوایی برایش نداشته است. ما از دولت مرکزی می خواهیم که آیا هرات با عنوان شهر مد علم و فرهنگ در کجای مشارکت سیاسی قرار دارد؟ سالها می شود حق ما تلف می شود، اما دولت مرکزی به خاطر بهمری هیچ سمت و سوی به طرف هرات نکرده است. چیزی که حق ما است که ما متعدد به شما بیشتر نمیخواهیم. چیزی که حق ما مردم زیر غربه، ما 46% مالیات افغانستان از طریق زیر غرب تامین میشه، ولی ما به کجا قرار داریم؟ و گفته آنان بی‌تفاوتی حکومت آنان را به سوتو آورده و میگویند اگر در برابر خواسته هایشان پاسخی دریافت نکنند، آنان دست به نافرمانی های مدنی خواهند زد و دروازه های ولایت دیگر ولایت را نیز خواهند بست. فعلا حکومت توجهی نداره در این قسمت. اگر به پاسخگو به سوالات ما نباشند، ما باعث میشه سرکار رو بند کنیم، باعث میشه که ما جاده ها به خیابان ها بریزیم و با خیلی موضوع خود گسترده تر عملی کنیم در این جامعه. که اگر حکومت مرکزی به خواسته های مردم یوزه غرب که خواسته های مشروعی می باشد توجه نکنه، مردم در دروازه های ولایت در پنج ولایت یوزه غرب مانند که بادغس امو استارت زد، حرکت شروع کرد در ولایت غور، فرا، بادغس، نیمروز، هرات هم این عمل صورت میگیره. افزون بر این شما از آگان سیاسی نیز حکومت را به تمرکزگرای قدرت در مرکز متهم کرده و خوان تفویض صلاحیت های بیشتر و ادارات محلی هستند. وقتی که حکم قبیله این است که فرد حاکم است، هیچگاه به اراده دست جمعی تمکین نمی کنه. بنان یکی از کارهایی که باید صورت بگیره است که تغییر نظام، تغییر ساختار در نظام صورت بگیره، بدن به ولایات حقوق بدن، به ولایات صلاحیت های بدن، به ولایات تمام. از سوی هم شما از اعضای ولیسی جرگه بی توجه حکومت در قبال ولایت حوزه غرب را پیش از این قابل قبول نمی خوانند. مردم حوزه غرب افغانستان به خاطر احقاق حقوق حقشان از دو ماه بدین سو در مقابل دروازه ورودی پارلمان افغانستان و همچنان سایر ولایات حوزه غرب خیمه تحسن برپا کردند و تا زمانی که دولت افغانستان جایگاه مردم حوزه غرب در نظام سیاسی افغانستان مشخص و معین نسازد، اعتراضات ادامه خواهد داشت. در حالی بار دیگر اعضای خیمه تحسن زون غرب در هرات دست به راهپیمایی اعتراضی میزنند که باشندگان ولایت بادغیس در هفته گذشته پس از آن که حکومت به خواستهایشان اعتنایی نکرد، آنان اجازه ورود به والی تازه حکومت را به این ولایت ندادند و بر رسم اعتراض دروازه دفتر والی را مسدود کردند. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان ده ها نفر را گرفت و صدها خانه را ویران کرده است. این سیلاب ها از نیمه های شب گذشته به این ولایت سرازیر شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی جان باختن بیش از 70 نفر در این سیلاب ها را تایید کرده است. همکارم با شرح بیشتر این خبر. بر اثر سرازیر شدن سیلاب در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ده ها نفر جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت پروان میگویند که این سیلاب حوالی ساعت 3:30 دقیقه صبح امروز سرازیر شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث جان باختن 72 نفر را تایید کرده است. از سوی هم به گفته مقام های محلی ولایت پروان هنوز
شماری در زیر آوار گیر ماندند و تلاش برای نجاتشان جریان دارد. معاون والی پروان گفته احتمال دارد شمار تلفات افزایش پیدا کند. شافلی شاهد گفته بر اثر این سیلاب صدها خانه مسکونی نیز ویران شده است. در امین حاس خونگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز گفته در نتیجه این سیلاب ها حدود 300 خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده است. در امین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی جان باختن 2 نفر در ننگرهار و 2 نفر دیگر در میدان وردک در پی جاری شدن سیلاب ها را تایید کرده است. شمار کسانی که در ننگرهار و میدان وردک زخمی شدند بیش از 10 نفر اعلام شده است. وزارت رسیدگی به حوادث گفته که والیان ولایت سیلاب زده موظف شدند هر چه زودتر به قربانیان و آسیب دیدگان سیلاب ها رسیدگی کنند. نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم همراه با 18 تن از معینان، مشاوران و کارمندان پیشین و برحال این وزارت به اتهام فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی شدند. به نقل از روزنامه 8 صبح، فساد در قرارداد استخراج نمک غوریان هرات یکی از دلایل معرفی این افراد به لوی سارنوالی بوده است. همکارم با شرح بیشتر این خبر. به نقل از 8 صبح، نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و 18 معین این وزارت به دلیل ارتکاب فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و اقفال شورای عالی اقتصاد به لوی سارنوالی معرفی شدند. معرفی این افراد به لوی سارنوالی پس از بررسی چگونگی قرارداد استخراج نمک غوریان و ولایت هرات بین وزارت معادن و پترولیم و شرکت استخراجی ناصرامید صورت گرفته است. گفته می شود که روند داوطلبی استخراج نمک غوریان هرات شفاف نبوده است و طبق این اسناد کار بررسی این قرارداد با فرمان محمد اشرف خنی رئیس جمهور از سوی رهبری جدید وزارت معادن و پترولیم صورت گرفته است. رهبری این وزارت پس از بررسی ابتدایی این قرارداد به این نتیجه رسیده است که در قرارداد استخراج نمک غوریان شایبه فساد موجود بوده و افراد معرفی شده به لوی سانوالی از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خود سوء استفاده و شورای عالی اقتصاد را اغفال کردند و پس از بررسی ابتدایی این افراد برای تحقیقات بیشتر به لوی سارنوالی معرفی شدند. قابل یادآوری است که قرارداد استخراج نمک رسوبی غوریان هرات در ماه جدی سال 1396 امضا شده است. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش گفته است که حدود 50% از نیروهای پلیس در ولایت‌های قندهار، زابل، هلمند و اروزگان از مواد مخدر استفاده می‌کنند و معتادند. در گزارش سیگر که به تازگی نشر شده همچنین آمده است که تشکیلات پلیس این سه ولایت 50-70% خیالی است. مسئولان وزارت داخله تاکنون در مورد این گزارش چیزی نگفتند. پیش از این هم گزارش هایی در مورد وجود سربازان خیالی نشر شده بود، اما وزارت داخله این گزارش ها را رد کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور میگوید که رکود اقتصادی در پی شیوع کرونا دو برابر شده و بر اساس برآورد این اداره حدود 2 میلیارد دلار به سرمایه گذاری های کوچک خسارت وارد شده است. سید زمان هاشمی رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور گفته است که به اساس ارزیابی ها در سالهای گذشته حرکت به سوی وضعیت بد اقتصادی در حدود 7-8% بوده است، اما به دنبال بحران کرونا این رقم در ارزیابی تازه به 14% افزایش یافته است. او میگوید که تاثیرات منفی کرونا سبب شده بسیاری از کارگران وظایف خود را از دست دهند و شماری از تجارت ها به خصوص تجارت های زنان تعطیل شوند. در همین حال بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی افغانستان به دلیل شیوع کرونا را 5.5-7.4% پیش بینی کرده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در دیدار با اعضای هیئت طالبان با آنان گفته که هر چه زودتر مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. هیئت طالبان در پاکستان دیروز سه‌شنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور و جنرال فیض حامید رئیس استخبارات نظامی ISI در اسلام آباد دیدار کرده است. این دیدار در مورد روند صلح افغانستان صورت گرفته است. وزارت خارجه پاکستان در حال این ادعا را مطرح می‌کند که بر 2 عضو برجسته گروه طالبان تعزیرات از جمله محدودیت سفر وضع کرده است. از سوی سخنگوی دفتر سیاسی طالبان وضع تعزیرات بر ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را موانع آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده است. برخی آگاهان میگویند این کار پاکستان دورویی این کشور را در مقابل افغانستان نشان میدهد. اکنون چند خبر کوتاه از داخل کشور.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا اعلام کرده که حدود 7500 خانواده در نتیجه درگیری شدید در قندوز آواره شدند. این نهاد در خبرنامه گفته است که بعد دلیل ادامه جنگ در ولسوالی امام صاحب شاید خانواده‌های بیشتری بیجا شدند. اوچا گفته که سرپرا و آب آشامیدنی از نیازهای اصلی بیجا شده‌های داخلی محسوب می‌شود. تا یه روزهای اخیر از درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در قندوز گزارش شده است. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان کشور حدود 2.5 میلیون دلار آمریکایی را صرف خرید پاسپورت طلایی کشور قبرس برای خود و اعضای خانواده‌اش کرده است. در این گزارش با استناد به اسناد محرمانه‌ای که در اختیار الجزیره قرار گرفته است آمده است که میررحمان رحمانی یکی از 40 فرد سیاستمدار و سرمایه‌دار در جهان است که در برابر پرداخت هزینه انگفت تابعیت طلایی قبرس را برای خود و خانواده‌اش گرفته است. چهره‌های سیاسی دارنده پاسپورت طلایی قبرس اجازه می‌یابند تا تابعیت اتحادیه اروپا را نیز بخرند. اداره بازرس ریاست جمهوری کشور میگوید که هیچ سندی مبتنی بر قاچاق دستگاه‌های تنفس و مصنوعی به خارج از کشور وجود ندارد. حدود دو ماه قبل گزارش شده بود که چند پایه دستگاه تنفس و مصنوعی کمک شده به افغانستان به پاکستان قاچاق شدند. غزال حارث رئیس این اداره گفته نتایج یافته‌های آنان در مدت بیشتر از یک ماه نشان می‌دهد که تمام دستگاه‌های تنفسی مصنوعی که به وزارت صحت عامه کمک شده بودند همه‌شان موجود است. خبرها را باشند خبر از خارج کشور پی میگیریم. وزارت خارجه ترکیه اظهارات مقامهای آمریکایی در مورد دیدار رئیس جمهوری ترکیه با رئیس دفتر سیاسی حماس را گستاخانه خواند. گفته نیست مورگان اورتاگو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه حماس را گروه تروریستی خوانده و اعلام کرد که دیدار رئیس جمهوری ترکیه با مقامهای حماس باعث انزوای این کشور در جامعه بین المللی می شود و به منافع مردم فلسطین آسیب می زند. در واکنش به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ترکیه گفته حماس جنبشی است که با انتخابات دموکراتیک در غزه بر سر قدرت آمده و واقعیت مهم در منطقه را تشکیل می دهد. بدین دلیل اقداماتی از قبیل معرفی نماینده مشروع این جنبش به عنوان تروریست به تلاش ها برای تضمین صلح و ثبات در منطقه کمک نمی کند. دولت آمریکا حماس را که یکی از طرف های تلاش برای آشتی بین گروه های فلسطینی است گروه تروریستی اعلام کرد و دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را تعطیل کرد. اما ترکیه میگوید که آمریکا با این اقدام ارتباط خود با دولت و مردم فلسطین را قطع کرده و خود را از واقعیت های منطقه دور نگه داشته است. نیروهای امنیتی چین به بهانه مقابله با ویروس کرونا مسلمانهای اویغور در منطقه خودمختار سینکیانگ چین را در خانه‌هایشان حبس می‌کنند. روزنامه گاردین انگلیس در گزارش با استناد به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای امنیتی چین به بهانه مقابله با شیوع کرونا بر دست‌های برخی از مسلمانان در منطقه خودمختار سینکیانگ دستبند زده و آنها را در خانه‌هایشان حبس می‌کنند. بر اساس این گزارش برخی دیگر از ساکنان این منطقه نیز از سوی نیروهای امنیتی چین مجبور به استفاده از یک داروی به اصطلاح درمان کرونا می‌شوند. افرادی که در خانه محبوس شدند سرشان را از پنجره‌ها بیرون آورده و فریاد میزنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی که این تصاویر را منتشر کردند به این اقدامات چین واکنش نشان دادند. به گفته این کاربران افراد مذکور هفته هاست که در منازل خود به اجبار نگهداری میشوند. اکنون چند رویداد دیگر از جهان را بیننده باشید. باران‌های سیل‌آسا در مناطق مختلف پاکستان به ویژه کراچی در جنوب این کشور طی 3 روز گذشته دست و کم 90 قربانی گرفته و موجب تخریب بیش از 1000 خانه شد. رسانه‌های پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند که شدت بارش بی‌وقفه باران سبب سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش شده است. رئیس شورای امنیت روز سه‌شنبه با درخواست دولت آمریکا برای بازگردان همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران مخالفت کرد. تصمیم رئیس دوره‌ای شورای امنیت با درخواست ایالات متحده خشم و انتقاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد را برانگیخت. کلی گرافت پس از اظهارات سفیر اندونزی درباره عملی نبودن بازگشت تحریم‌های ایران با توجه به مخالفت 13 عضو شورای امنیت مخالفان قطعنامه پیشنهادی کشورش را عامی تروریست‌ها معرفی کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اجازه دست اندازی به منافع ترکیه را نمیدهد. او گفته که به خاک و منافع هیچ کشور چشم ندوخته است و کسانی که اندیشه اقدام علیه ترکیه در دلشان مانده به هیچ وجه فرصت اقدام را نخواهند یافت. گفتنی است در این اواخر به دلیل حضور ترکیه در مدیترانه شرقی و کشتی اکتشافی اوروج، رئیس جمهور این کشور در آبهای مدیترانه سبب تنش ترکیه یونان را تهدید کرد. در این حال وزیر خارجه ترکیه با اصرار به تداوم افاری‌های نفتی در شرق مدیترانه یونان را به تنش‌زایی در منطقه متهم کرد و گفت در صورت لزوم از انجام آنچه که باید ابایی ندارد. نرخ ارز در بازار هرات. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 30 پول، فروش 77 افغانی و 40 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 10 پول، فروش 90 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 3 افغانی و 40 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 456 افغانی، فروش 457 افغانی. سپاس از همراهیتان و این به سه خبری تا سرویس خبری دیگر. الله نگهدار.